هاشمی رفسنجانی گفت نمی‌شود دم از مردم سالاری زد و احزاب نیرومند و مستقل از سلیقه‌های گوناگون در کشور نداشت. همراه ما باشید تا لحظات دیگر با این بخش خبری از شبکه رسانه. با اخبار چهارشنبه 25 خرداد ما از رسانه سبز ایران همراه شما هستیم و اما مهمترین عناوین این بخش خبری: بیانیه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و ابلاغ پیام تسلیت همبندان شهید هداصابه به خانواده وی، ابهام دادستان تهران درباره شهادت هداصابه، پیام مادر شهید سهراب عرابی به ایرانیان خارج از کشور و قانون اساسی قربانی استبدادی ترین قرائت از اصل ولایت فقیه شده است. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا با اخبار چهارشنبه 25 خرداد ماه در خدمت شما هستیم. من هم سلام و شب بخیر میگم به همه شما بینندگان و ولادت با سعادت مولای موحدان علی علیه السلام رو پیشاپیش تبریک میگم. همچنین روز پدر رو به همه همسران، برادران، پدران و پسران و مردان ایرانی تبریک و تهنیت میگم. خبرهای امروز رو با هاشمی رفسنجانی آغاز میکنیم. هاشمی رفسنجانی گفت نمی‌شود دم از مردم سالاری زد و احزاب نیرومند و مستقل از سلیقه‌های گوناگون در کشور نداشت. به گزارش آفتاب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عصر انفجار اطلاعات، رأی مردم را برای یک نظام مردم سالاری واقعی ضرورتی پایدار خوانده و گفت وظیفه کنونی احزاب و همه دلسوزان کشور این است که کاری کنیم اکثریت قاطع مردم بیش از گذشته به سرنوشت خود و کشور علاقه‌مندی نشان دهند. وی با تاکید بر لزوم شکل‌گیری و فعالیت احزاب مستقل، نیرومند و با برنامه برای اداره کشور تصریح کرد: در دنیای کنونی نمی‌شود دم از مردم سالاری زد و احزاب نیرومند و مستقل از سلیقه‌های گوناگون در کشور نداشت. هاشمی رفسنجانی وجود احزاب کارآمد و فراگیر را به منزله ضربگیر نظام خواند و گفت اگر احزاب و تشکل‌های قدرتمند و مستقل که در چارچوب قانون اساسی و نظام بتوانند فعالیت کنند و در کشور حضور داشته باشند، در مواقع بروز بحران و ناکارآمدی خطر و دغدغه‌ای متوجه ارکان نظام نخواهد بود، چرا که حزب یا احزاب ناکارآمد که مسئولیت کشور را به عهده گرفتند جای خود را به دیگر احزاب برنامه دار و کارآمد خواهند داد و این راه آسیبی به کشور و نظام نخواهد رساند. بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی فرهنگی به مناسبت شهادت هداصابر پیام تسلیت دادند. دکتر مصطفی معین وزیر علوم دوره اصلاحات در پیام تسلیتی خطاب به خواهر شهید هداصابر گفته است فقدان برادر اندیشمند و دربند شما که نمونه والای حساسیت در برابر ظلم و صبر در برابر دشواری بود، نه تنها برای شما، همسر ارجمند، فرزندان او و خاندان هداصابر که برای همه وجدانهای پاک و دردآشنای ایران ضایعه‌ای سنگین است. تفکر، تدین، تعهد و ثبات قدم او برای هر کس که در اندیشه اعتلای نام اسلام و ایران است مثال زدنی و از یاد نرفتنی است. همچنین خانواده دکتر علی شریعتی در پیامی به خانواده شهید هداصابر این واقعه غم‌انگیز را تسلیت گفتند. در بخشی از این پیام آمده است تلاشگر بزرگ کرامت انسان، مبارز راه آزادی و عدالت، توسعه و معنویت، موحد میهن دوست، هداصابر در پی اعتصاب قضا و عدم رسیدگی به موقع مأموران و مسئولان از میان ما رفت و با زندگی و مرگ خیش شهادت داد که از 3 نسل پیش تا به امروز شاگردان صحابی ها همچون یک رشته از ستارگان بر آسمان میهن ما اصالتی تاریخی، ملی و عقیدتی را در راه تحقق آرمان‌های بزرگ انسانی تداوم بخشیدند.
در ادامه پیام‌های تسلیت به مناسبت درگذشت مهندس عزت الله صحابی هم 300 نفر از فعالان فرهنگی، مدنی و اجتماعی اصفهان با صدور بیانیه‌ای خاطر نشان کردند: صحابی، اسلام پناه، عدالت خواه، دین باور، خدا محور و اخلاق مدار و پرهیزگار بود. او برای ملت ما مایه عزت و برای کشور صحاب رحمت و برای تاریخ ما حاله عظمت بود. در همین راستا جمعی از جوانان خانواده های ملی مذهبی نیز به مناسبت شهادت هدا صابر در پیام تسلیتی به فرزندان این شهید نوشتند: اگر پدر گرامیتان به شهادت رسید و در میان ما نیست، اما او با قلم زدنها و سخنرانیهایی که در طول عمر پربرکت خود بر جای گذاشت، در کنار دیگر ستارگان پرفروغ سپهر ظلمانی ایران، راه آزادی و آزادگی را پرتو نوری همیشگی بخشیده است. در ادامه این پیام‌ها، ده‌ها تن از فعالان سیاسی، پژوهشگران و نواندیشان دینی با انتشار پیام تسلیتی این زایه را به خانواده آن مرحوم و همچنین به خانواده بزرگ ملی مذهبی ها و تمامی ایرانیانی که دل در گرو آزادی و آبادی سرزمین خود دارند تسلیت گفته و از خداوند خواستار آن شدند تا توفیق همانند هدی صابر پاک زیستن و خوب مردن را عنایت فرماید. جمعی از اصلاح طلبان استان آذربایجان شرقی نیز با صدور پیام تسلیتی به مناسبت شهادت هدی صابر نوشتند که از خداوند متعال برای هدی صابر که با اعتصاب قضا و مرگش اعتراض خود بر ستمی را که به خانم حاله و آقای مهندس صحابی رفته بود فریاد کرد، رحمت و رضوان، و برای ملت بزرگ ایران و همراهان جنبش سرافراز سبز صبر و استقامت و ادامه راه شهیدان مظلوم و سربلندش را مسئلت داریم. دادستان تهران گفت اطلاع به خانواده هدی صابر با تأخیر رخ داد و امکان انتخاب بیمارستان وجود نداشت. به گزارش خبرگزاری ها، جعفری دولت‌آبادی مدعی شده هدی صابر روز جمعه اظهار کسالت می کند. دوبار به بهداری زندان منتقل می شود و بعد به دلیل کسالت پیش از حد از طریق رئیس دادسرای زندان به بیمارستان منتقل می شود، اما در بیمارستان دچار آنفارکتوس می شود. آنچه ما در این پرونده به عنوان ابهام مطرح کردیم این است که باید گزارش وضعیت زندانی با سرعت بیشتری به دادستانی منتقل می شود. ما در چنین شرایطی به خانواده زندانیان اطلاع می دهیم و آنها اجازه دارند در هر بیمارستان و یا هر پزشکی که مایل هستند صحبت کنند تا بیمار در آنجا تحت درمان قرار گیرد. البته این اتفاق با تأخیر رخ داد و امکان انتخاب بیمارستان وجود نداشت. دادستان تهران گفته بارها گفته ایم که ما خود را مکلف به رعایت حقوق متهمان می دانیم. در زندان ها نیز به مسئولان زندان تأکید کردیم هر گونه مشکلی که زندانیان دارند به دادرسی اعلام کنند. اعتصاب قضا در حقیقت ضربه زدن به خود زندانی است. بر اساس این گزارش جعفری دولت آبادی توضیح نداده که در زندانها چه شرایطی پیش می آید که زندانی حاضر به ضربه زدن به خود می شود تا پیام خود را به مسئولان برساند. وی همچنین گفته برخی از اعتصابها صحت ندارد و واقعا بزرگ نمایی می شود. از سوی دیگر برخی زندانیان تصمیم شخصی می گیرند و طبعا این کار مورد تایید ما نیست. بیش از 60 زندانی بند 350 اوین که شاهد لحظات آخر حضور هدی صابر در زندان بودند نیز روایت خود را از جان باختن وی به رسانه ها اعلام کردند. در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است: حاکمیت همه اصول قانون اساسی را قربانی اصل ولایت فقیه کرده است. به گزارش امروز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج از کشور با صدور بیانیه تحلیلی توضیحی به مناسبت 25 خرداد تصریح دارد که حاکمیت همه اصول قانون اساسی را قربانی اصل ولایت فقیه با استبدادی ترین قرائت از آن کرده است. در بخشی از این بیانیه با مروری بر پیدایی جنبش سبز آمده است: جنبش سبز جنبشی مدنی، حقوق محور، خشونت پرهیز و ملتزم به روش‌های مسالمت‌آمیز است و برای تحقق مطالبات خود از تمامی سازوکارهای مسالمت‌آمیز مدنی و کم هزینه، از مقاومت و نافرمانی مدنی گرفته تا مذاکره و گفتگو بهره می‌گیرد.
مذاکره و گفتگو نیز همچون هر یک از سازوکارهای مسالمت‌آمیز و مدنی راهکاری است که در شرایط معین و مناسب می‌تواند کارآمد باشد. این بیانیه تصریح دارد که اعلام آمادگی و استقبال از مذاکره نه نشانه ضعف است و نه سازشکاری، بلکه به عنوان یک کنش سیاسی فراتر از اعلام یک موضع میتواند اقدامی ظرفیت ساز باشد و در شرایطی که جریان حاکم با بحران‌های گوناگون و بن‌بست‌های درونی روبروست، آن بخش از نیروهای نزدیک به حاکمیت را که به مصالح و آینده کشور می‌اندیشند به تأمل و تجدید نظر در طی مسیر خطرناک و پرخطای کنونی وامی دارد. باید این واقع‌بینی را در بخش‌های مختلف جنبش تقویت کرد که سازوکارها و تاکتیک‌های متنوع و ممکنی که می‌تواند در خدمت تحقق اهداف آن ایفای نقش کنند، هیچ یک نافی دیگری نبوده و جایی را برای دیگری تنگ نمی‌کنند. اگر جنبش سبز یک جنبش مسالمت‌آمیز و مدنی با همان اهدافی است که رهبران آن اعلام کردند، بی‌تردید باید تمامی کنش‌های خود را بگونه ای سامان دهد که در فرجام و نهایت مساف جریان استبداد طلب را به آمادگی برای پذیرش مطالبات ملت و نشستن پشت میز مذاکره ناگزیر سازد. مادر شهید سهراب اعرابی نوشت: تمام فرزندان سرزمینم برایم سهراب هستند. پروین فهیمی مادر شهید سهراب اعرابی از جان باختگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری طی پیامی به ایرانیان خارج از کشور خاطر نشان کرد: اگر همگی دیروز به چگونگی رفتن سایر فرزندان این سرزمین درست می اندیشیدیم و عمل می کردیم، شاید بعد از آن شاهد از دست رفتن سانه ها، محمد ها، حاله ها نمی بودیم. رفع ظلم، حقوق بشر، دموکراسی و تحمل و به رسمیت شناختن حقوق همگی، حتی مخالفین، با صبر و تلاش خستگی ناپذیر همگی ما دور از دسترس نیست، به شرط آنکه به خود نیز بنگریم. به گزارش جرس، مادر شهید سهراب اعرابی در دومین سالگرد جنبش سبز در پیامی به ایرانیان خارج از کشور افسود: تمام فرزندان سرزمینم برایم سهراب هستند و دوست دارم سهراب‌ها همگی سلامت باشند و در ساختن ایرانی آباد و آزاد با هم کوشش نمایند. در این بخش با اخبار کوتاه همراه شما هستیم. مهدی تاجیک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران برای سپری نمودن 2 سال محکومیت حبس خود توسط اجرای احکام دادسرای اوین به این زندان فرا خوانده شد. به گزارش جرس، این فعال دانشجویی و مطبوعاتی که در پی دستگیری‌های گسترده عاشورای سال 88 در منزل خود بازداشت شده بود، در سال 89 به 15 سال محرومیت مطبوعاتی و سیاسی و 24 ماه حبس تعزیری محکوم شد. مهدی تاجیک کارشناس فیزیک هسته‌ای و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پیش از این نیز در سال 1385 به اتهام تأسیس و فعالیت در یک گروه دانشجویی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و ماها در زندان 59 سپاه در بازداشت به سر بوده است. به شماری از داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد امسال رد صلاحیت شدند، اعلام شده که بنا به نظر وزارت اطلاعات صلاحیت ادامه تحصیل را ندارند. به گزارش منابع حقوق بشری، بنا به گفته چند تن از این دانشجویان، در فاصله 2 هفته پیش از اعلام رسمی نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد امسال، عده‌ای از داوطلبان که اغلب از فعالان سیاسی صنفی دانشجویی بودند، در تهران به سازمان سنجش و در شهرستان‌ها به اداره اطلاعات شهرستان احضار و ضمن بازجویی و وارد وادار شدن به پر کردن فرم‌های صلاحیت عمومی و اخذ تعهد، به آنها گفته شده که علی‌رغم کسب رتبه مناسب، ادامه تحصیل آنها منوط به اجازه و تایید وزارت اطلاعات است. یادآور می‌شود این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود و مطلع بودن وزارت اطلاعات قبل از اعلام نتایج از رتبه‌های حذف شده توسط دانشجویان نقض حریم آنها و خلاف قانون است. قیمت لوازم خانگی 10% گران می‌شود. به گزارش خبرگزاری دانشجوی ایسنا، رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی،
با اشاره به گران شدن ارز و تأثیر آن بر واردات کالا اظهار کرده در نهایت مصرف کننده هست که همیشه تاوان می‌دهد و باید کالا را گران بخرد. وی خاطر نشان کرده تا الان برای عدم گرانی مقاومت می‌کردیم، اما دیگر هیچ مقاومتی نداریم. رئیس بانک مرکزی از یک طرف می‌گوید به قدری ارز در بازار می‌ریزیم که هیچ مشکلی نیست، بعد خود کالا را گران می‌کند و می‌گوید که دیگران کالاها را گران نکنند که نمی‌شود. محمد تحتانپور با تاکید بر افزایش 10% قیمت لوازم خانگی تصریح کرد. بازرسان اتحادیه بر بازار نظارت کامل دارند، اما خرید و فروش کمی سخت شده است. در پی نامه گلایه آمیز احمدی نژاد در معرفی وزیر ورزش، احمد توکلی از نمایندگان مجلس این نامه را التهاب آفرین خواند. نماینده تهران با طرح این سوال که چرا رئیس جمهور مسائل را از طریق قانونی پیگیری نکرده و هر بار ایجاد التهاب می کند گفت، چرا دولت راه حل اوغلایی را در پیش نمی گیرد و به این نکته توجه نمی کند که اداری کشور از طریق کار ممکن است نه پیکار. وی با بیان اینکه ابهامات مندرج در نامه دیشب به وی وحی نشده که یک بار چون این نامه‌ای بنویسد ادامه داد، البته شاید هم شده، اما ایشان باید بلافاصله بعد از تصویب قانون وزارت ورزش به مجلس استفساریه میفرستاد تا مسائل حل شود، نه بعد از 5 ماه و در آستانه معرفی وزیر. توکلی با بیان اینکه با این کار وزیر معرفی شده نمیتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد، از لاریجانی خواست تا از مجلس دفاع کند تا بعد از نظر مجلس و تایید شورای نگهبان دولت به خودش اجازه عدم اجرای قانون را ندهد. لاریجانی در پاسخ به توکلی با بیان اینکه تذکراتتان ناصحانه است ادامه داد، قطعاً تمامی ابهامات موجود در نامه رئیس دولت پاسخ دارد. وقتی مجلس قانونی را تصویب و شورای نگهبانان را تایید می‌کند، آن قانون لازم الاجراست. احمدی نژاد وزیر اطلاعات را از شورای پول و اعتبار کنار گذاشت. به گزارش آفتاب، پیش از این برخی صاحب نظران دلیل تلاش جریان نفوذی برای برکناری وزیر اطلاعات را جلوگیری از پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی این جریان اعلام کرده بودند، در حالی که تا پیش از این وزیر اطلاعات به عنوان یکی از اعضای منتخب دولت در شورای پول و اعتبار به عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذاری پولی کشور حضور و عضویت داشته است. هیئت وزیران در یکی از جلسات اخیر خود با سلب عضویت وزیر اطلاعات تصویب کرد که وزیران کار و امور اجتماعی و تعاون به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین شد. به نظر می رسد وزیر اطلاعات این بار و در ماجرای کنار گذاشته شدن از شورای پول و اعتبار نیز قربانی تصفیه حساب سیاسی جریان نفوذی در دولت شده است. این در حالی است که وزیر کار و امور اجتماعی هم یادآوری کرده که وزارت مطبوعش مسئولیت قانونی برای ایجاد اشتغال نداره. عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که از آنجایی که ایجاد 2.5 میلیون شغل یک پروژه ملی است، ما نیز تمام ظرفیت خود را برای تحقق آن به میدان آوردیم. ضمن اینکه اگر به این هدف نرسیم، به هر میزان که پیش رفتیم موفقیت به حساب می‌آید. به ادامه داده، ما به عنوان وزارت کار مسئولیت قانونی برای ایجاد اشتغال نداریم، ولی دلسوزانه از باب اینکه می‌خواهیم بخشی از مشکلات کشور حل شود، ظرفیت‌های خود را به میدان آوردیم و تلاش می‌کنیم این پروژه را به سرانجام برسانیم. رسیدیم که بهتر، و اگر نرسیدیم به هر میزان که پیش رفتیم هم موفقیت به حساب می‌آید. عامل آنفولانزای مرغی هنوز مهار نشده است. به گزارش خبر آنلاین، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که علی‌رغم گذشت بیش از 3 ماه از شیوع بیماری آنفولانزای مرغی به کشور، هنوز عامل این بیماری مهار نشده و در هفته‌های اخیر نیز نشانه‌هایی از شیوع بیماری در برخی از واحد‌های تولیدی مشاهده شده است. همچنان دستگاه‌های مسئول در امر بهداشت دام و طیور با ارائه توجیهات فنی، مالی و اداری، فقدان اختیارات، تعدد مراجع تصمیم‌گیری، ابهام در قوانین و مقررات را به عنوان عامل ناکارآمدی تشکیلات در مهار بیماری‌ها ذکر می‌کنند. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی در صنعت طیور کشور، به رعایت استانداردها و قوانین و مقررات بهداشتی لازم توجه کافی مبذول نشده
و ایجاد این صنایع عمدتاً بر مبنای توجیهات اجتماعی، اشتغالزایی، توسعه منطقه‌ای و ملاحظات سیاسی صورت گرفته است. یک روز انتخابات، دو سال بحران. هنوز رای ها رو نشمرده بودن. بازداشت ها شروع شد. 22 خرداد 88، چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت میکنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. و در ادامه پیام تسلیت گروه ها و افراد به مناسبت شهادت هدا صابر زندانی سیاسی، نامه پر از طعنه و کنایه احمدی نژاد به مجلس و معرفی وزیر ورزش، کاتوزیان گفت احمدی نژاد مسئول هرج و مرج در وزارت نفت است، اعتراض نماینده خمینی شهر برای رسانه‌ای شدن ماجرای تجاوز دست جمعی در این شهر و اسکان 8000 سوری در کمپ‌های مرزی با ترکیه. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به دیدن خانواده شهید هدا صابر رفته و ضمن عرض تسلیت پیغام همبندان او را در بند 350 زندان اوین به این خانواده داغدار رساندند. به گزارش کلمه، زندانیان بند 350 اوین روز دوشنبه با بازوبندهای سیاه پشت کابین‌ها آمدند و شهادت دادند به آنچه دیده بودند درباره ظلمی که به همبندانشان شده بود. پس از ملاقات، خانواده‌ها از زندان اوین روانه منزل خانواده هدا صابر شده و ضمن ابراز همدردی با فرزندان صابر و همسرش و دعوت ایشان به صبر و پایداری، پیام تسلیت زندانیان سیاسی را به این خانواده رساندند. پس از این دیدار، خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای با اشاره به شهادتنامه 64 تن از زندانیان سیاسی گفتند پنجشنبه شب که وضعیت جسمی هدا صابر رو به وخامت می‌گذارد و او را به بهداری می‌برند، به جای مداوا او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. صابر بر روی پاهای خود به بهداری می رود، ولی وقتی باز می گردد و دچار حملات قلبی می شود، این بار با تأخیر 5 ساعته بر روی برانکارد از زندان بیرون برده می شود و متاسفانه خبر مرگ او همه را بهت زده می کند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است ما خانواده های زندانیان سیاسی مراتب نگرانی و بیم عمیق خود را از جان عزیزانمان اعلام می‌کنیم و از مسئولان محترم مصرانه تقاضا داریم که با آزادی قریب الوقوع زندانیان سیاسی از وقوع هر آنچه تهدیدی برای سلامت روح و جسم عزیزان ماست جلوگیری نمایند. محمد حسین سهرابی راد، زندانی سیاسی محبوس در اوین، در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به وضعیت درمانیش اقدام به اعتصاب دارویی کرد. به گزارش جرس، همزمان مادر این زندانی سیاسی در نامه‌ای به دادستان تهران نسبت به وضعیت فرزندش ابراز نگرانی کرده و خطاب به این مقام ارشد قضایی نوشته است: شنیدم در جبهه‌های جنگ تحمیلی رزمنده‌های ما اسرای مجروح عراقی را مداوا می‌کردند. آیا انسان‌هایی که شما آنها را در بند کرده اید از سربازان عراقی برای این مملکت خطرناک‌ترند؟ محمد حسین سهرابی راد که در سال 1388 توسط قاضی مغیثه به تحمل 4 سال کیفر در بازداشتگاه اوین محکوم شده، در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به وضعیت درمانیش اقدام به اعتصاب دارویی کرد. وی در نامه‌ای به رئیس بند 350 به اعلام اعتصاب داروییش، علت اصلی این اقدام را عناد و یکسونگری دادستان تهران در پیگیری درمانی بیماری قلبیش عنوان کرده است. شایان ذکر از سهرابی راد در طول دوران بازجویی و بازداشت دچار بیماری قلبی شده و امکان دارد عدم استفاده از دارو بیماری وی را تشدید کرده یا دچار بحران کند.
احمدی نژاد باز هم با نامی پرطعن و کنایه‌اش نمایندگان مجلس را عصبانی کرد. به گزارش خبرگزاری‌های رسمی کشور، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به علی لاریجانی از موارد ابهام در قانون تأسیس وزارت ورزش سخن گفته و آورده است. بر اساس قانون برنامه پنجم باید تعداد وزارتخانه ها از 21 مورد به 17 مورد کاهش یابد، اما تشکیل یک وزارتخانه جدید با وجود این مصوبه محل ایراد است. رئیس دولت در نامه خود ایرادات دیگری را عنوان کرده و با گلایه از اینکه از تریبون رسمی مجلس دستور پیگیری قضایی تخلف دولت به دلیل عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش صادر شده است، این امر را از موجبات اخلال در امور خوانده و افسوده است. از باب ضرورت و با عنایت به موارد یاد شده باید اشکالات رفع می شد تا زمینه اجرای این مصوبه فراهم می شد. چنانچه این ایرادات از سوی رئیس مجلس به سمع نمایندگان می رسید، این ابهامات رفع می شد. احمدی نژاد در پایان نوشته است: اما ظاهرا راهی جز معرفی وزیر ندارم. از این رو علارغم وجود مشکلات، جناب آقای سجادی را به عنوان وزیر ورزش معرفی می کنم. به گزارش خبر آنلاین، پس از خواندن این نامه فضای اعتراضی در مجلس شکل گرفت و بیش از 7 نماینده به نامه رئیس دولت تذکر داده و خواستار پاسخگویی رئیس مجلس شدند. این تذکرات از تهدید به عدم رأی اعتماد به وزیر معرفی شده تا ابستراکسیون جلسه رأی اعتماد و حتی بازپس دادن نامه معرفی وزیر به دولت ادامه یافت. لاریجانی که معتقد بود این نامه‌نگاری جدیدی است چون معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست، افسود این توجیه عملکرد غیرقانونی در عمل نکردن به وظایف است. وی از نمایندگان مجلس خواست تا پاسخ رویکرد غیرقانونی دولت را با رفتاری عقلانی بدهند و علارغم انتقاداتی که دارند بگذارند رویکرد دولت قانونی باشد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس دولت احمدی نژاد را مسئول ایجاد هرج و مرج، بی‌ثباتی در مدیریت وزارت نفت خواند. به گزارش خانه ملت، حمیدرضا کاتوزیان گفته وزارت نفت از وزارتخانه‌های بسیار حساس کشور است و در شرایط کنونی نیز موقعیتی خطیر و بحرانی دارد، بنابراین نباید با آن عادی و به هر جهت برخورد کرد. راهیافته مردم تهران تصریح کرد در 6 سالی که احمدی نژاد زمام ریاست جمهوری را به دست گرفته است، وزیر نفت 4 بار تغییر کرده و این بارزترین نشانه ایجاد هرج و مرج، بی‌ثباتی و تزلزل مدیریتی از سوی دولت است. کاتوزیان تاکید کرد از و نصب های ناگهانی، غیر منتظره و ناهماهنگ دولت در مجموعه وزارت نفت، این مجموعه را با آسیب های کلان بسیاری روبرو کرده است. وی افسوده علی آبادی نه تجربه‌ای در حوزه نفت و انرژی دارد و نه تحصیلاتی، از این رو ارزیابی از حضور وی در وزارت نفت کاملا منفی است و این وزارتخانه هیچ سودی از حضور وی نخواهد برد. رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه رئیس دولت مسئول مستقیم ایجاد هر گونه خللی در مدیریت وزارت نفت است، یادآور شد حالا که با اشتباه‌های پی در پی علی آبادی سرپرست وزارت نفت شده است، مجلس سوارهای نظارتیش را از این مجموعه به سمت رئیس جمهور نشانه می رود. راهیافته خمینی شهر اعتراض کرد که چرا تجاوز دست جمعی را رسانه‌ای کرده اید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، راهیافته خمینی شهر در مجلس با اشاره به حادثه رخ داده در یکی از باغ‌های اطراف خمینی شهر و جریحه‌دار شدن احساسات مردم این شهر گفت: متاسفم که در ماه رجب رسانه‌ها و مطبوعات به طور گسترده و بی‌سابقه حادثه زشت و اتفاق شنیع ورود به حریم یکی از باغات خمینی شهر و آدمربایی و تجاوز به نوامیس را در صدر اخبار قرار دادند. محمد جواد ابتهی در نطق خود با شرح حادثه رخ داده افسوده که تعدادی زن و مرد در یکی از باغات خمینی شهر مراسم تفریح و جشن داشتند که تعدادی از اراذل و اوباش منطقه که بعضن سوابق محکومیت کیفری متعددی دارند به حریم باغ وارد و با روبودن زنان آنها را مورد تجاوز قرار می‌دهند. در این راستا نیروی انتظامی شهرستان با اطلاع از قضیه، با وجود اینکه این عمل در شب هنگام رخ داد و سر و صدای متجاوزان نیز پوشیده بود، موفق به دستگیری 5 نفر از متجاوزان شده و بقیه را نیز شناسایی کردند که تحت تعقیب قرار دارند. وی افسوده است این فاجعه وحشتناک در شهرها و مکانهای دیگر هم ممکن است اتفاق افتاده باشد یا بیفتد، لذا معتقدم رسانه‌ای کردن آن ممکن است
قبح عمل را از بین ببرد یا فرصت را برای اختفا و متواری شدن مجرمان فراهم کند. 8000 سوری در کمپ‌های مرزی با ترکیه اسکان یافتند. در حالی که نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی سوریه کماکان در حال سرکوب و کشتار معترضین شهر جسلال‌شغور در شمال غربی آن کشور بوده و دیگر گزارش‌ها نیز حاکی از عملیات گسترده نیروهای دولتی علیه معترضان در شمال کشور میباشد، مقامات ترکیه از فرار هزاران تن از مردم سوریه به آن کشور و اسکان بالغ بر 8538 نفر که بسیاری از آنها زنان و کودکان و سالخوردگان هستند در چادرهای مرزی خبر داده است. این در حالی است که طبق آخرین گزارش‌ها شامگاه سه‌شنبه نیروهای بشار اسد با تانک وارد شهرهای مختلف استان ادلب شده و گروهی دیگر را کشته و زخمی کردند و شاهدان عینی می‌گویند که ارتش بس استراتژی زمین‌سوزی را در پیش گرفته و خانه‌ها و زمین‌های شهروندانی را که فرار می‌کنند به آتش می‌کشد. بر اساس این گزارش‌ها با وجودی که در پی ادامه سیل ورود پناهندگان از سوریه به ترکیه انتقادهای بین‌المللی به سرکوب‌ها توسط دولت بشار اسد شدت گرفته و همزمان آمار کشته‌های معترضان از 1300 تن فراتر رفته، اما مخالفت روسیه و چین با محکوم شدن بشار اسد باعث شده است که صدور قطعنامه علیه وی از سوی شورای امنیت سازمان ملل همچنان در بن‌بست بماند. نماینده خمینی شهر در مجلس هشتم از انتشار گسترده خبر تجاوز دست جمعی عده‌ای از اوباش به چند زن در اطراف این شهر انتقاد کرد و این کار را موجب از بین رفتن قبح عمل دانست. این انتقاد در شرایطی مطرح می شود که در روزهای گذشته تعدادی از مقامهای حکومتی زنان مورد تجاوز قرار گرفته را به خاطر رعایت نکردن پوشش اسلامی در بروز این واقعه مقصر دانستند. برای بررسی بیشتر این موضوع با ملیحه محمدی روزنامه نگار مصاحبه ای انجام داده ایم که می شنوید. خانم محمدی، همونطور که می دونین نماینده خمینی شهر در مجلس هشتم رسانه ای شدن خبر تجاوز دست جمعی به چند زن رو باعث از بین رفتن قبح عمل دونسته. به عقیده شما انعکاس گسترده اخبار چنین جنایاتی دارای چه تأثیراتی می تونه باشه؟ در ارتباط با همین اعتراضی که نماینده خمینی شهر کردن میگم که اتفاقا قبح یک چنین اعمالی در برخورد با اعتراض اجتماعی شکل میگیره. اعتراض اجتماعی رو انتشار عمومی مطلب بیشتر تجلی میده. الان مردم خمینی شهر که مردم طبعا دینداری هم هستن، شما میبینین که وقتی که اعتراض میکنن، وقتی اومدن بیرون برای اعتراض، اینا دارن به اون حرکتی اعتراض میکنن که دقیقا همون عمل تبهکارانه تجاوزه، با مسئله دیگه کار نداره. اگر مجرم، کسی که آمادگی انجام به هر حال هر بدهی رو داره، وقتی مواجه میشه با این اعتراض عمومی و اجتماعی، چطور ممکنه قبح مطلب براش از بین بره؟ حتما قبح مطلب برجسته تر میشه وقتی که مجرم متوجه اعتراض عمومی جامعه میشه به عملی که انجام شده. در جنایت خمینی شهر تعدادی از مقام‌های حکومتی ایران زنان مورد تجاوز قرار گرفته رو به خاطر رعایت نکردن پوشش اسلامی در وقوع تجاوز مقصر دونستن. ارزیابی شما از این نوع نگاه به پدیده تجاوز جنسی چیه؟ فکر میکنم این تذکر با اون اعتراض آقای نماینده با همدیگه پوشش میدن یک نوع نگاه رو به مسئله. همون چیزی که اتفاقا قبح جنایت رو، قبح به ذهن رو ممکنه از بین ببره، همینه که مقامات مسئول بیان و این رو در سایه به قول خودشون یک خطای دیگه قرار بدن. کسی که آمادگی انجام چنین اعمالی رو داره، اتفاقا هم امیدوار میشه به انجام چنین بزه‌هایی که با اعتراضات محدودی مواجه هست، هم اینکه در واقع می‌بینه که عمل اون تحت شعاع یک عمل دیگه‌ای قرار گرفته. اتفاقا توی جامعه ما که بنا بر اعتقادات، بنا بر سنت، یک جامعه اخلاقی بوده همیشه و ما شاهد هستیم که رشد کرده این نوع جنایات اجتماعی، همین اتفاق تا به حال افتاده. بودن هستن مقامات مسئولی که دائما هر فساد و هر
تبهکاری رو که انجام میشه ریشه‌شو بدحجابی میدونن. اگر جنایت واقع میشه، اگر مردی به زنی تجاوز میکنه، اگر در پی تجاوز میکشه اون زن رو، عامل تمام اینها رو بدحجابی میدونن. و یکی از مسائلی که اتفاقا قبح مطلب رو از بین برده و به هر حال جای پناهگاهی برای مجرمین به وجود آورده همین نگاهه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که امشب نیز همراه رسا بودید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار. خدا نگهدار.